مقاومت ایران با فعالیت‌هایش صدای مردم ایران را به گوش جهانیان می‌رساند و به افشای جنایت‌های حکومت آخوندی علیه مردم ایران می‌پردازد. روز سه‌شنبه 25 اردیبهشت 1403 به دعوت کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک در مجلس ملی فرانسه، کنفرانسی در حمایت از مقاومت مردم ایران با حضور خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت و شماری از نمایندگان مجلس ملی و سنا و شخصیت‌های برجسته فرانسوی در محل این پارلمان برگزار شد. فیلیپ گوسلن، نایب رئیس کمیسیون قانون اساسی در مجلس ملی فرانسه که ریاست کنفرانس را به عهده داشت، بیانیه امضا شده توسط بیش از 150 نماینده پارلمان فرانسه را تحت عنوان حمایت از آزادی و مقاومت در ایران برای صلح و امنیت جهانی به اطلاع عموم رساند. خانم مریم رجوی در سخنرانی خود در کنفرانس در مجلس ملی فرانسه ضمن تقدیر از اقدامات کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک در حمایت از مبارزه مردم و مقاومت ایران علیه دیکتاتوری آخوندی درباره تحریم گسترده انتخابات نمایشی رژیم گفت: در دور دوم انتخابات به رغم همه تقلبات وزارت کشور رژیم اذعان کرد که فقط 7% مردم تهران رأی دادند. این تحریم تایید می کند که جامعه ایران مانند یک بشکه باروت است. از این روی علاوه بر سرکوب زنان، رژیم برای فرار از قیام و سرنگونی از دو اهرم دیگر استفاده می کند. جنگ در منطقه و تشدید فعالیت علیه مقاومت سازمان یافته در داخل و خارج ایران. سالیان است که مقاومت ایران نسبت به خطر صدور جنگ به منطقه توسط رژیم هشدار می‌دهد. من گفته بودم که این از خطر دستیابی رژیم به بمب اتمی نیز خطرناکتر است. در این کنفرانس نمایندگان مجلس ملی فرانسه از گروه‌های مختلف پارلمانی حضور و سخنرانی داشتند. از جمله آندره شاسین، رئیس گروه کمونیست، نایب رئیس کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک، فیلیپ گوسلن، نایب رئیس کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک، اروه سولینیاک، نایب رئیس کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک، ژرار لوسول از حزب سوسیالیست، ژیلبر میتران، رئیس فرانس لیبرته، بنیاد دانیل میتران، ژان فرانسوا لوگاره، رئیس بنیاد مطالعات خاورمیانه، شهردار پیشین منطقه یک پاریس، اینگرید بتانکور، کاندیدای پیشین ریاست جمهوری کولومبیا، ژان پیر برار، نماینده پیشین مجلس ملی فرانسه. این یک روز پرتلاش با شهادت‌های بسیار بسیار زیبا از جانب زنان مبارزی بود که تجربیات خود را در فرانسه و ایران بازگو کردند و حمایت نمایندگان مجلس که بسیار زیاد هستند را هم داشتیم. عصر امروز ما به این سناتورها خواهیم پیوست و خوشحالیم که به آنها خواهیم پیوست، زیرا ما به حمایت دو مجلس نیاز داریم. ما در اینجا حمایت اکثریت قریب به اتفاق جمهوری خواهان از همه اقشار را داریم. فکر می‌کنم این یک تشویق فوق‌العاده برای رزمندگان مقاومت ایران است و ما این پیام همبستگی و دلگرمی را به آنها می‌فرستیم و به آنها می‌گوییم که در کنار آنها هستیم.